خب بچه ها بریم ببینیم این سوال چی گفته. گفته کدام گزینه به ترتیب جملات زیر رو تکمیل میکنه. سه تا جمله داده، گفته کدوم از این گزینه ها تکمیلش میکنه. خب بریم الفا بررسی کنیم. گفته نافلز های گروه 17. بچه ها نافلز های گروه 17 بهشون چی میگن؟ میگن هالوژن ها. با گرفتن یه الکترون به چی تبدیل میشن؟ آقا هالوژن ها با گرفتن یه الکترون به هالوژن دوباره تبدیل میشن. نه آقا جان، هالوژن اسم خود گروهشه، بهشون میگن هالوژن ها. وقتی یه الکترون میگیرن تبدیل میشن به چی؟ یون هالید. پس گزینه یک و گزینه چهار خط میخوره از گزینه ما. بریم مورد ب رو بررسی کنیم. گفته که در دوره چهارم جدول دوره‌ای جا خالی اتم در زیرلایه دی خود دارای 10 الکترون هستن. یعنی چی آقا؟ زیرلایه دی شون پره. خب بریم سراغ دوره چهارم ببینیم کدوم اتم زیرلایه دی شون پره. ما اولا در عناصر واسطه مس رو داشتیم بچا، با عدد اتمی 29 که به چی ختم میشد؟ S1D10. باید بلد باشی اینو. بعد از مس چی رو داشتیم؟ Zn رو داشتیم، روی بود با عدد اتمی چند؟ C که میشد چی؟ S2D10. بعد از Zn چی رو داریم؟ 6 تا دونه عنصر در دسته P داریم بچا. این 6 عنصر هم اگر به این دوتا اضافه کنیم چند تا میشه؟ میشه 8 تا. خب گزینه 3 گفته 7 تا، گزینه 2 گفته 8 تا. جواب تستمون گزینه چند میشه؟ گزینه 2 میشه. اما بریم مورد پرم بررسی کنیم. میگه اتم آهن برای تشکیل کاتیون Fe دوباره مثبت باید الکترون های جا خالی خود را از دست بدهد. ما توی کتاب درسی داریم و ذکر شده که آقا یک فلز زمانی که میخواد یون تشکیل بده آخرین الکترون های آخرین زیرلایه خودشو از دست میده و بیرونی ترین زیرلایه. آهن آرایش الکترونیش چنده بچه ها؟ Fe 26. آرگون 18 رو داره، 4s2 3d6. بچه ها درسته؟ خب Fe دوباره مثبت، آخرین زیرلایه این کدوم هست بچه ها؟ آخرین زیرلایه در بیرونترین زیرلایهش کدوم هست؟ 4S دیگه. 3D توی لایه سوم قرار داره، 4S توی لایه چهارم. پس این دوتا الکترون از دست میده و چی گفته اینجا؟ گفته 4S گزینه 2. گزینه 2 درسته و گزینه 3 هم دوباره گفته چی؟ 4S. اما ما باید اینو پیدا میکردیم و به شما توضیح میدادیم بچه ها.